کومنګ دومره شهامت او غیرت لرو چې خپل وطن ته پردی نسو نه پریدو او لدې وطن یې باسو د دې قوت او قدرت هم لرو چې خپل ملک له اقتصادي نگانه سیاسي نگانه او نظامی نگانه په خپلو پښو باندې ودرو. نو د دې لپاره دا ضرور دی چې موږ خپل ملي وحدت وساتو. زمونږ قوت یوازنی قوت زمونږ په ملي وحدت کې دی. اگر ما امروز در افغانستان وحدت ملی خود قائم بسازیم و همه افغانا در یک پلیتفارم من حیث برادر و خواهر جمع شوند و دست به دست هم بتن و به نیت ای که کشور ما امروز آزاد است، مستقل است و ما کشور خود در بین کشورهای جهان به پای خود استاد بکنیم، امی وقتش است و زمینه مساعد است. و ما از امیجا باز هم به مخالفین سیاسی خود از امی میکروفون و از امی ستیج امروزی صدا میکنم که اونا هم مخالفت سیاسی خود کنار بگذارن و به کشور خود برگردن. ما همیشه اعلان کردیم، باز اعلان میکنیم، سرحدات افغانستان، فضای افغانستان تماما بروی مخالفین سیاسی ما باز است. هر کس میتونه بدون کدام خوف و خطر در یک فضای امن به کشور خود برگرده و با برادرای مجاهد خود که امروز در رأس قدرت هستند شانه به شانه در ترقی از این کشور سهم فعال بگیرند. هیچ کس نخواد بود که پیش روی از اونها ایستاد شوند، بلکه ما همراهش همکاری خواد کردیم. وطن ما بعد از جنگ 40 ساله که در این کشور گذشت امروز به تداوی و مرهم گذاری ضرورت داره. افغانستان عزیز ما که صدها و هزارها زخم برداشته در این 40 سال امروز به این ضرورت داره که تمام زخما و خونریزی از این بند شود و یک افغانستان سالم و یک افغانستان مترقی را به وجود بیاریم. په دې لار که زمونږ خواهش، زمونږ تمنا او توقع هم د دنیاوالو نه، له غربي ملکونو نه، بلخصوص زمونږ د منطقې او له ګاونډۍ ملکونو نه دا دی چې د افغانستان په ثبات، د افغانستان په آرامۍ کې، د افغانستان په اقتصاد کې مثبت قدمونه کیږي او دا به د ټولو په خیر باندې وي. افغانستان که آرام و زمون گاوند با آرام وی، که افغانستان که خدای نخواسته ور بل و او مشکلات و زمون گاوندان به هم ترین آرام نوی. راضی چه لاسونه سره ورکو او افغانستان یو آزاد یو مترقی افغانستان جوړ کو. افغانستان نن د جغرافیایي لحاظ نه د جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا ترمنځ یو پول دی که په افغانستان که امن وی، امان وی او افغانستان که وضع حالات برابر وی، جنوبی آسیا و مرکزی آسیا سره وصل کېدلی شي. او نن ورځ دې ته ډېر ضرورت دی د دې منطقې ملکونو ته، بلخصوص زموږ ګاونډیانو ته، مرکزی آسیا کې او جنوبی آسیا کې چې خپل اقتصادي هغه منافع چې موږ سره مشترک لرو دې ته وده ورکړو، یو د بل په همکارۍ باندې راکړه ورکړه تجارت سره شروع کړه او مخته یې بوسو. نو په دې ارتباط باندې د موږ له ګاونډیانو دا خواهش دی چې د افغانستان په ثبات کې، د افغانستان په سوکالۍ کې مثبت رول ولوبوي. موږ له خپلو ګاونډیو نه، بلخصوص له ایران، پاکستان نه په دې باندې منندویو چې دوی زموږ په میلیونونو مهاجرو ته ځای ورکړی دی او د دوی قربانه دي. خو په دې وروستیو کې کوم حالت چې زموږ په مهاجرو باندې زموږ په ګاونډیو ملکونو کې راځي دا هم د زغملو نه دي. موږ په دې خپلو دوستو ملکونو باندې غږ کوو او دا په زغرده ورته وایو چې زموږ له مهاجرو سره چې په ګاونډیو ملکونو کې دي او د نړۍ په نورو ملکونو کې دي، په هغه بین المللي معیارونو چې د مهاجرت دپاره دي هغسې رفتار ورسره وکړي. مهاجرین بې ځایه ونه ځوري. هغه مهاجرین چې هلته قانوني د استوګنې اسناد لري بندیخانو او بې عزتۍ نه لاس واخلي، ځکه دا د عوامو خلکو په فکر کې، د مهاجرینو په فکر کې نفرت زیږوي. نن تر څو چې زمینه د مهاجرو ته مساعدېږي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي، زمونږ خواهش
بل خصوص لا گاونډه ملکونه نه بیا د پاکستان چې دلته سفیر صاحب او ډیپلوماټان موجود دي زمونږ د ورورګلوي خواهش هم دغه دی چې زمونږ له مهاجرینو سره اسلامي اخلاقی او په ملي معیار د مهاجرت باندې هغه سره رفتار وکړي چې کوم انسان سره لازم دی او کیږي او په هر ځای کې د دوی له ځورولو نه د دوی له ربړولو نه د دوی له بې عزتي کولو نه ډډه وکړي. همدارنګه په ایران کې کوم زموږ مهاجر دي او په نورو ملکونو کې ترکیه او نورو کې زموږ جدي خواهش دا دی چې له مهاجرو سره هغه رویه وکړي چې د دوی د شان لازم دی تر څو چې زمینه دې ته مساعدېږي چې زموږ مهاجر بیرته افغانستان ته راوګرځي خپل وطن خپل ټاټوبي کې ځای په ځای شي. بله موضوع دا ده چې هر ملک ځان ته مشکلات لري، ځان ته داخلي ستونزې لري چې البته هغه په خپل ملک پورې ارتباط نیسي او باید په داخل د ملک کې حل شي. 40 سال بالای ما جنگ تحمیل شد، ایجا شوروی آمد 10 سال تیر کرد، بعد از او امریکا و قوتهای ناتو در افغانستان آمد، 20 سال در افغانستان سپری کرد. مگر ما در مقابل تمام از این مشاکل اشغال جهاد خود دوام دادیم، مقاومت کردیم تا وطن خود آزاد ساختیم. امروز لله الحمد در افغانستان صلح است. مشکلات امنیتی و اقتصادی است، اونا باید کوشش بکنن تا مشکلات خودشان حل بکنن و از تهمت های بیجا و از مسئولیت به گردن دیگر انداختن این راه حل نیست. هر کس باید کوشش بکنه تا اقوام خود، مردم خود راضی بسازن تا در مقابلشان مخالفت نباشه. امروز در افغانستان چرا مخالفت نیست؟ چرا جنگ نیست؟ به خاطر از اینکه امارت اسلامی تمام ملت خود خوش ساخته، تمام ملت در عقب امارت اسلامی افغانستان استاد است و اگر خدا نخواسته جای مشکل پیدا میشه ما فوراً کوشش میکنیم که از راه مذاکرات، از راه صلح، از راه تفاهم و مشکل حل بکنیم. به می طور خواهش ما از کشورهای منطقه هم ای است که مشکلات داخلی خود در بین خودشان حل بکنه، نه ای که به خاطر خوش ساختن بعضی قدرت‌های بزرگ و خرد اتهامات برای کشورهای دیگر و همسایه‌های خود وارد بکنه. ما همیشه به صریح، با الفاظ صریح به جهانیان اعلان کردیم که افغانستان هیچ وقت در هیچ کشوری از دنیا فعالیت‌های غیر قانونی را اجرا نکردند، به ضد امنیت کشورهای دیگر فعالیت نکردند و بعد از این هم ما کسی را اجازه نمی‌دهیم که خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر بلخصوص کشورهای همسایه ما استعمال بکنند. مشکلاتی که در هر جای است، در هر جای باشه، البته ما حاضر هستیم اگر به ما ضرورت باشه من حیث برادر، من حیث یک همسایه خوب و نیک، من حیث یک برادر مسلمان در حل مشکلات از اونا اگر از ما کار گرفته میشه ما حاضر هستیم که مشکلاتشان حل بکنیم. بناً انتقادات در هر جا و در هر محفل و در هر کنفرانس و اتهامات بیجا به مورد این سبب عظیم میشه که خدا نخواسته روابط بین کشورها تیره شود، روابط بین کشورها خراب شود و این به نفع یکی از ما و شما هم نیست. بیاین اگر اروپا در بین خود زندگی مسالمت آمیز کرده میتونه و کرنسی واحد دارن، پول واحد دارن و بدون پاسپورت و ویزا یکی به کشور دیگر رفته میتونه، چرا کشورهای ما با کشورهای منطقه، با آسیای میانه و آسیای جنوبی ما نمیتونه؟ میشه، یه امکان داره، خوی در صورتی است که چیز اخلاصی که ما نشان بدیم از طرف کشورهای دوست، کشورهای همسایه هم همی اخلاص نشان داده شود. امروز زمینی از این مساعد است، انشاءالله حکومت ما، امارت ما به این متحد است که با کشورهای همسایه و بالخصوص با کشورهای منطقه رابط خوب و حسنه داشته باشه و روابط تجارتی و اقتصادی قائم داشته باشه و همچنان روابط دیپلماتیک داشته باشه. هر کشوری که، هر ملک، هر وطن که یو قدم مکت پا دوستی که روانده کیگی منگورت دو و دری قدم روانده کیگو در زمانگ پالیسی در غوارو چه رو دنیا وار سر پا مسلامه تامیز در توگه بنده جوند سر او پا
په دې منطقه کې که څومره ګډوډي وي، ناخوالې وي، جنګونه وي، مشکلات وي، دا په نورو باندې هم تاثیر کوي. زمونږ د ګاونډ ملکونو ټول سیاسي او اقتصادي حالات په افغانستان باندې هم تاثیر کوي، همداسې زمونږ حالات په ګاونډیو باندې دا تاثیر کوي. د دې لپاره چې دا مشکلات سره حل کړو، دا کیدلی شي د تفاهم له لارې، د خبرو له لارې، د ناستې له لارې، د دوستۍ په فضا کې دا کار وکړو. او دا د انتقاداتو له نه کېږي چې خلک د سټیج په سر باندې جګ سي او انتقادونه وکړي مختلف اشکال و مختلفو دغه باندې، دا فضا نور هم تاریکوي، نور هم سره خرابوي. نو زما خواهش دا دی چې زمونږ دوست ملکونه، زمونږ ګاونډیان، د منطقې ملکونه، بالخصوص غربي نړۍ، له هغو منفي تبلیغاتو نه چې نن یې زمونږ د خلکو خلاف شروع کړې ده او زمونږ د خلکو د وطن خلاف کوي، لاس واخلي او مثبت قدمونه کیږدي. په دې کې منفي ګرایي پرېږدي، مثبتې خواته راسي، تر څو چې افغانستان یو پر امن افغانستان وګرځي، په خپلو پښو باندې یو درېدلی افغانستان واوسي، یو سوکال افغانستان واوسي. ورونو، د دې زمینه مساعده ده، لله الحمد. نن موږ څه خاص مشکل نه لرو، وطن آرام دی، صلحه پکې قایمه ده. د دې په خاطر باندې چې آینده هم موږ په یو ښه صورت، په یو ښه شکل باندې ژوند وکړی سو، د اسلامي امارت غیږ خپلو مخالفینو ته هم خلاصه ده، خپلو ګاونډیانو، خپلو د منطقې ملکونو ته هم خلاصه ده، چې موږ وکولی سو له هغه معیارونه چې د دو ګاونډیو او د دو دوستو ملکونو په منځ کې د دغه په سلسله باندې مخته سره ولاړ سو. نو افغانستان لله الحمد نن د بهرني سیلانیانو دپاره یو امن ځای دی، او زمونږ امارت هم په جدیت سره کوشش کوي تر څو دوی ته زمینه د نورو تګ و راتګ هم ورته مساعده کړي، او افغانستان داسې او افغانستان موږ سبا ولرو چې د دنیا خلک دلته د سیلو ساتیري او سیاحت دپاره راځي. بالخصوص دا څلوېښت کاله کې چې کوم جنګ، کوم مشکلات دلته تیر سوي دي، وګوري چې د افغانستان جغرافیه باندې څه تیر سوي دي، د افغانستان په تاریخ کې څه دي، په څه شکل باندې دغه سوي دي. دا د دوی دپاره به یو زمینه انشاءالله الرحمن مساعدېږي. مونږ له یو ځلې بیا وایم چې د خپلو ګاونډیو سره، د خپلې منطقې له ملکونو سره، د ښې دوستۍ، ښې ورورولۍ، ښه تجارت، ښه اقتصاد په ارتباط باندې ورته ژمن یو، غواړو چې له ټولو سره د دوستۍ او د همکارۍ یوه روحیه او دغه ولرو. خواهش مو له دوی نه هم دا دی چې دوی هم په همدې روحیه باندې له موږ سره مراویده وکړي. باد شد، جور شد، ما خوشحال شدیم. اینال بدرمی رای مارم که متوجه باشد که جور کنه چقدر کار خوب میشه. در کم صاحب باورت میشد یک روزی سرکی رقم جور شد؟ هیچ اعتبار نداشتیم، اعتبار نداشتیم که رقم آبادی به ایال خداوند خیر بده. این مردم ها را که جور کدند و بدر گل آبادی کدند، بدر اینال رای مارم که آباد کنند، بسیار کار خوب میشه. رای شما سرک دیگر؟ نمی سرک است، نمی سرک است، نمی جا بدر حال ما که متوجه در سر از این شدیم، بدر هم کار را می جا شد و از ما هم شاه بخرزی شد. انشالله میشم، هر چیز از مرحله داره. ما دیگه امید داره، ما اگر نامید ما بکنند دیگه اید دیگه. نه انشالله میشه، توکل به خدا. خدا بزرگ است. کاکا جان، باورت میشد یک روز این رقم سرک ساخته شوه؟ سابق چرا اینقدر آبادی نمیشد؟ آبادی نمیشد، چهار تا چهار کولا میگرفت میخوردش در جیبهشون. بو حال بدر نه بدر دستر جزیمی ها میتو متوجه از مردم بدر گل دسترشون مزرم میکنه، بدر نه آبادی شده رست. توکل ما به خدا. اینال را چقدر نزدیک میشه طرف کودسنگی کارت مامورین کمپانی؟ بسیار نزدیک شده است. این مثلا از این سرای شمالی کاته پرون می رفتی گلای می دادی، حال بدر نمی جد طرف باغ بالا یک قدم راد. بسیار کار است، نیک شد. حالا میمارا تا چند نمره می تید بمی کار کردش؟ نمره گمش گمار نمره بدل که بدر گل رای ما را خراب کرده که اول امی جای آباد چه باید ما نمره بدیم. حالا بدر نمره دیگه نمره همه اول جور شود. انشالله که در کن صاحب عاشق شدی در زندگی یا نه؟ عاشق خداوند پاک دیگه 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 از چکی را سیر کردیم در کن سلامت باشه های رسی دیگه کدوم آدم عاشق نشده باشه، عاشق نباشه.
آروم باشی بدارم بخیر باشی که نمه قبل همی گفه برسانه بخش از مردم ها که باید یور شوه انشاءالله خیر باشی سلامت باشی بخیر باشی آفیت باشی السلام علیکم السلام علیکم رو رستاله میشه خیب خیر خیر اغله بخیر باشین سلامت خیر بسین کاکا جان خوب هستی جان جور است تا نجار سما نوم فقیر ده دغه سیمه اوسیدن کایما کاکا جان کار اینمی سرک در حال تکمیل شدن است امروز قیرزیش تکمیل میشه چقدر خوب شد وای ما دا ډیر خوشو من تم خوشو دغه سیمه خلکو تم خوشو ټول خاریانو ته خوشو بلاخره ټول وادوالو ته خوشو دا خو سرک ده کنه لاند شو سرکونه سه څومره سرکونه زیاتیږي غمره غنګونه کمیږي کاکا جان تا اینجا را سرک آماده بود در زمان جمهوریت این طرف چرا سرک نمی آمد؟ دلتا خود طول آقا و کنه غیر پلانی ساها و دلتا هرچا دا جایون پزور جوڑ کری و کنه سه دلتا با سرک را غیر طول خلق با رو دانگی سر جکسو سه منگ ده نپری دوست دا سرک جوڑ که دا ساها طول نام نوا پا نام پا آقا دولت چیر تا سه نام ساهی و پا آقا خوشحالیده کنه آقا دولت دلتا دلتا غلاگانې کېده دلتا خلک وژل کېده په یو موبایل دلتا سړی مړ شو په دغه کوڅه کې درې نفره مړ شو ده زه درته دروغ نه سل نفر نه په خدای په دغه کوڅه کې درې نفره مړ شو الو غپونه یعنی فضل د خدای د امارت د راتلو سره د امارت د برکت او ته هیڅ خبره نشته یو شکر امنیت لرو خیر ده کړ لږ زره ډوډۍ هم کمه شوې لږ زره د دسترخوان باندې د خلکو ډوډۍ کمې شي خو امنیت شکر تامین ده کاکا جان بدلتان کار کرده شاروالی کابل؟ وایم ده ټول خلکو په زړه کار کړی ډېر دلته زیربنا باندې ډېر کار یې کړی ده ډېر زیربنایې کلک ده ګوره په آن واحد سره دا سرک دولا شو تقریبا سورې وګوره تقریبا شل متر سرک دی دغه سورې انشاءالله که موتروان های محترم که از این منطقه رفت آمد میکنه طرف سرای شمالی یک کمی فکر خود بگیره دیگه باید او موتروان هم فکر نیستی خلق هم باید توجه کنی سه خزل وانه چه این ناپاکی وانه چه دقا کم شایستی لکور عباسی دقا شان باید آقا کم تاکل جایست ده التا باید تسلیم شی موتروان هم دیمی تک طول خلق باید تک دا خود دا سرک ده طول لپاره ده نه ده یواز ده موتروان ده زم و رانی و کومه دا سرک خرابیگی خیر وسته خیر وسته په خمه او خیر اغلیسته تاسو د کار په وخت کې راغلیسته ټول ماشینری او وسایت کار کوي ډیره مننه خیر وسته سلام علیکم بخیر وسته